در گزارش وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت عبدالحلیم مشورف ساکن شهر وحدت خبر داده می شود. و گویا در منزل زیستش مدرسه غیرقانونی تشکیل کرده به نورسان درس دینی می داده است. مشورف را در حال بازداشت نمودند که به کودکان درس دینی می داد. به گفته پلیس مشورف به کودکان قانونهای شریعت را می آموزاند. خود مرد در گزارش وزارت می گوید که در نزد ملای محلی درس خوانده است. برخی به این گزارش با شبهه می نگرند. در گزارش وزارت همچنین گفته می شود که مشورف با هدف دریافت مبلغ یا پول کارکنی به کودکان درس می گفت. در همین حال به اطلاع مقامات او برای خوانندگان شرایط موافق به مکتب را فراهم نکرده است. در تاجیکستان فعالیت مدرسه های شخصی منع است، ولی برخی از روحانیان با خواهش پدر و مادران به کودکان قانون های اسلام را می آموزانند. در کشور مکتب یا مدرسه دینی دولتی فعال نیست. آخرین مکتب دینی سال 2016 بسته شد. مقامات آن زمان گفتند که به خاطر پیشگیری از گراییدن جوانان به صف گروه های اکستریمیستی و تروریستی آن را بستند. این هم در حالی است که بیش از 90% ساکنان تاجیکستان مسلمان هستند و طبیعی است که برخی میخوان به کودکانشون در برابر دانش دنیوی دانش دینی هم بدهند. لازم است مدرسه اگر اسلامی باشد یا تربیه نورس اگر فقط دینی اسلام خطیبه کنند. البته شویان بهتر میشه با بفهمانم مذهب بفهمانم. میخواستم فرزند ما را اونجا خونه خدمان داشت خونه. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک فعال شدن مدرسه های غیرقانونی را نتیجه بستن مدرسه های رسمی و سیاست دولت در مقابل تعلیم دینی می داند. به گفته او در کشور طلبات به آموزش اسلام زیاد است و مکتب های مثل مدرسه اخیراً آشکار کرده مقامات در واقع خیلی زیادند. یکی از پیامدها هم به اندیشه او این است که برخی حالا برای تحصیل به مکتب های دینی خارج کشور می روند. با مدرسه هایی که فعالیت آنها از نظارت دور است. اگر سالهای 2014-2015 را بیاد آوریم، جوانان زیاده برای جنگ در مقابل خلافت به سوریه و عراق می رفتند. چرا چنین شد؟ زیر آنها نمی دانستند که از نگاه اسلام چی خوب است و چی بد و زیر تأثیر مبلغان خلافت قرار گرفتند. در کمیته کار با جوانان فعالیت مدرسه را ضرور نمی دانند. در کشور یک دانشکده اسلامی است و به تأکید مسئولین خواهشمندان می توانند در این مؤسسه دانش کافی دینی بگیرند. عین حال همون نیازمندی و احتیاجاتی که نسبت به کادرهای توهای دین و شریعت در جامعه تاجیکستان احساس می شود همین دانشکده برآورده می سازد. ایالات متحده آمریکا تاجیکستان را در روی خط کشورهای پایمال کننده آزادی های دینی شامل کرده است. در گزارش دیپارتمنت دولتی آمریکا گفته می شود که در تاجیکستان آدمان ریشدار و زنان حجاب پوش تعقیب می شوند. مقامات شرکت زنان و نورسان را در چاره‌بینی های دینی محدود کرده اند.